دوستان، سوالات زیادی راجع به خیانت شده، خیلی زیاد. من فقط فکر میکنم خوبه تو ویدیوهای کوتاه درباره خیانت نکاتی رو بهتون بگم. این نکات رو بهش فکر کنید، نمیخواد موافقت کنید یا مخالفت، فقط فکر کنید و قبول کنید که آدمای مختلف میتونن نگاه متفاوتی به خیانت داشته باشن. قرار نیست همه ما یه نگاه و یه تفکر داشته باشیم، همینجور که همه ما یه تجربه واحد درباره خیانت نداریم. از نظر من خیانت قابل بخششه اگر تو رابطه ای که با فرد خیانت کرده داری عشق وجود داره. اگر هنوز عشق و محبت حتی از طرف تو نسبت به او وجود داره، قابل بخششه حتی اگه بخوای ازش جدا بشی، یعنی تصمیم بگیری دیگه باهاش نباشی، چون نمیتونی کنارش اون نگاه قبلی رو حفظ کنی. دلت میخواد که ازش فاصله بگیری، اوکی فاصله بگیر، ولی نه با خشم، نه با عدم بخشش، نه با حس اینکه به من خیانت شده. خودتو قربانی رابطت نبین، این یک نگاه بالغانه است. نمیتونم توصیه کنم همه باید اینجوری فکر کنن. میتونم بگم اونایی که میخوان کمتر از خیانتی که دیدن آسیب ببینن، این نگاه کمکشون میکنه که من چگونه میتونم فرد مقابلم رو بهتر درک کنم و کمتر ازش عصبانی باشم. این واقعیت اون بوده، این کارو کرده به هزار و یک دلیل، ولی لزوماً ربطی به من نداره، یعنی با من کاری نکرده، بیشتر از همه با خودش و یک موقعیت ارتباطی که داشته کاری کرده که نباید، یک نباید اتفاق افتاده. و من چقدر میتونم با این نباید به صلح برسم بستگی به اون طرز تفکر و باورهایی داره که از قبل داشتم. اگه نداشتم الان میخوام کسبش کنم. با من همراه باشید، ادامه این مباحث رو دنبال کنید.